هفته همیشه این سوال هست که دوستان میپرسن آقا یک شنبه میریم یا نمیریم؟ جواب کلیشه‌ای هم همیشه این هست که ببینیم چی میشه. ببینیم اینجا هم کاناداست دیگه، یه روز از آسمونش نقل میاد، یه ساعت دیگه نوخامه‌ای میاد، اصلا معلوم نیست چی بشه. هوا خیلی طبیعی هست که ما وایسیم تا یک شنبه بشه ببینیم هوا خوبه بریم یا هوا خوب نیست نریم. الان این مثالی که من دارم میزنم چه ربطی به اون حرفا داره؟ این که رضایت ما همواره در گرو یک چیز دیگه است، یعنی باید هوا خوب باشه ما بریم طبیعت گردی و یه اتفاقی بیفته و الی آخر. حالا آیا جور دیگه میشه زندگی کرد؟ جور دیگه در این جهان امکان زندگی نیست، یعنی تا مادامی که ما در این جهان زندگی میکنیم مجبوریم این حسابگری ها رو داشته باشیم. خب پس جوری دیگه بخوایم زندگی کنیم چی میشه؟ چطوری اتفاق میفته؟ این که همینطوری نشستیم و زندگی میکنیم، صفا میکنیم، حالا هوا خوب بود میریم بیرون، نبود نمیریم، ولی اون رضایت و اون به اصطلاح چیز در درون ماست، به هوا بستگی نداره. خب این خیلی سخت اینجور زندگی کردن، ولی این دو نوع نگاه به زندگیه. من اصلا کاری ندارم که چطوری ما باید زندگی کنیم، ولی باید این دو نوع نگاه رو بشناسیم حتما. یعنی یک نگاهی که مستقل است از بیرون، بیرون من، و برای خودش یه عالمی داره. یک نگاه هم به زندگی اینه که نگاه کنیم به بیرون از خودمون و مطابق شرایط یه عکس العملی نشون بدیم یا یه عملی انجام بدیم. این درست تعریف این جهان و آن جهانه تو این مثنوی. پس وقتی صحبت از دو جهان میشه، یا وقتی مولانا میگه استن این عالم ای جان غفلت است، ما باید مولانا رو بشناسیم که بدونیم منظورش از این جهان میگه همین جهان بیرون ما. وقتی اونجا میخوایم نگاه کنیم مجبوریم به این شرایط بستگی داشته باشه کارمون، ولی یک عالم درون هم داریم که اون به هیچ چی بستگی نداره به بیرون. و این نگاه که فرق میکنه تو عرفا و آدمای عادی. استون این عالم ای جان غفلت است. بله، اگه این جهانی که میگه چیه؟ همین جهان بیرون. غفلت چیه؟ این که ما غافلیم از این که یک جهان درون هم وجود داره. و اگه این غفلت نباشه اون وقت هوشیاری میشه، میشه هوشیاری این جهان را آفت است. پس صحبت اونجا صحبت دو جهانه. حالا ما هم این وسط گیر کردیم، یه بیرون داریم یه درون. باید چه کار کنیم؟ همش بیرون بشیم یا همش درون بشیم؟ اینجاست که میگه زندگانی آشتی زد هاست. یعنی هنر یک آدم این است که این دو قسمت رو با هم آشتی بده، نمیتونه یکیش کنه اینا رو. یعنی اصلا نمیشه این دو تا زد رو با هم ما یکیش کنیم، بلکه ما میتونیم آشتی بدیم اینا رو. یعنی چطوری؟ یعنی طوری رفتار کنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه این دنیا بره نه اون دنیا، ولی این وسط ما وایسادیم. خب اینم یک بازم یه نگاهی بود به این مسئله زمان حال، لحظه، پذیرش ما و همه این اتفاقات داره اینجا در من میفته. بله
Thank you.